روشن که حسنیاری طرحگر مسائل نظامی ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای حسنیاری. چرا با وجود اطلاع آمریکا از انتقال سلاح به سوریه به چنین روش هایی و تحریم های بین المللی برای سلاح مانع اون نمیشن؟ با درود بر شما و درود بر ملت شجاع ایران. ببینید، اگر که به این مسئله از بعد حقوقی نگاه بکنیم، این کاملا قوانین بین المللی رو زیر پا میگذاره، این کاری که جمهوری اسلامی کرده، به این معنا که در یک شرایط بسیار بسیار مشکل نیازهای انسانی در نتیجه این زلزله بسیار دهشتناکی که صورت گرفت در ترکیه و سوریه، انتظار می‌رفت که کشورهای مختلف به کمک زلزله زدگان بیایند. جمهوری اسلامی هم مثل همیشه از این موقعیت بغرنج و بحرانی استفاده کرد، کاری را انجام بده که به اون خواهیم پرداخت. در مورد جمهوری اسلامی بایستی گفت که این امر تازه‌ای نیست متاسفانه که این رژیم به اون دست میزنه. بیاد بیاریم که در اوج انقلاب زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی از آمبولانس ها به عنوان وسیله نقلیه برای جابجایی نیروهای خود استفاده میکرد که اون هم کاملا خلاف نرم و حقوق بین الملل. در نتیجه جمهوری اسلامی این کار رو میکنه. در قسمت دوم پرسش جناب عالی در مورد اینکه با وجود اینکه آگاهی وجود داشته از چنین امری ولی جلوش گرفته نشد، خب بسیار مشکل خواهد بود که در اون شرایط کشوری، حالا چه آمریکا چه اسرائیل و یا کشورهای دیگر، بخواهند وارد چنین مسئله‌ای بشوند به خاطر توجه بسیار زیادی که به خود مسئله زلزله معطوف شده بود. ولی چیزی که مهمه اینه که زمانی که این تسلیحات به طور کاملا غیرقانونی، جناب عالی اشاره فرمودین که به خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل این تسلیحات به سوریه برده شدن، خب اسرائیل نهایت فعالیت خود رو کرد که این تسلیحات رو از بین ببره و مانع از اون بشه که اونها به دست گروه‌های تروریستی حامی به وجود آورده شده توسط جمهوری اسلامی برسن، که در نتیجه هم برای حمله به اسرائیل از اونها استفاده بشه و هم تقویت کننده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه خواهد بود در حمایت از رژیم خب جنایتکار بشار اسد. بنابراین اون چیزی که مهم هست این است که اعتقاد به این امر بایستی به اعتقاد من به وجود بیاد در همه رقصانقات جهان که جمهوری اسلامی به هیچ یک از قوانین بین المللی، به هیچ یک از پروتکل های دیپلماتیک و به هیچ یک از مسئولیت های جهانی که داره و نرم های به اصطلاح جهانی رو مورد پسند، مورد اقبال جامعه جهانی رو زیر پا می‌نهد، به خاطر اینکه به اون اهداف خود که اهدافی هستن کاملا ضد حقوق و ضد نیازهای مردم سوریه، مردم خاورمیانه به طور کلی و جهان، به اونها دست پیدا بکنه. بنابراین ترکیبی است، اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام میده ترکیبی است از همون حرکاتی که از ابتدای انقلاب 57 شروع کرده تا به امروز، و از طرف دیگر سعی بر این هست که تقویت بکنه این گروه هایی رو که به وجود آورده برای ایجاد اختشاش، ایجاد ناآرامی در منطقه و عملیات تروریستی بر علیه نه تنها اسرائیل بلکه به خصوص علیه مردم سوریه که قربانیان اولیه فعالیت‌های غیرقانونی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقه هستند.